سلام خوبید همه اکثرا تجربه زندگی آپارتمان نشینی رو داشته و داریم اکثرا تو آپارتمان ها زندگی میکنیم و مشکلات آپارتمان نشینی رو احتمالا لمس کردیم سر صدا میاد نمیدونم کسی داره داد میزنه این با اون داره دعوا میکنه یکی صدا تلویزیون زیاده و یکی صدا موسیقی زیاده یکی سگ آورده سگش داره پاس میکنه اه... یکی از در پاراگراف ما راجع به یکی از همین مشکلات آپارتمان نشینی داره صحبت میکنه که یه نیکل خانم نامی رو ما تو این پاراگرافمون داریم که در واقع عاشق تبل زدنه و داره تبل زدن تمرین میکنه ولی خب سرسداش قطعا یه سری از همسایه ها رو اذیت میکنه بریم ببینیم چه خبره خب ساختار اصلیمون تو انگلیسی چی بود؟ اول همیشه فائل اومد بعد همیشه فعل میمد بعد همیشه مفعول میومد بعد سه نقطه داشتیم بعد قید مکان بود بعد قید زمان بود بعد غیر حالت بود اینقدر من اینو تکرار میکنم اینقدر من اینو تکرار میکنم تا شما از شنیدن این فرمول دیگه حالتون به هم بخوره ولی اتفاقا اون موقعی که حالتون به هم بخوره از شنیدن این فرمول اون موقع زمانیه که ما میتونیم ادعا بکنیم که یاد گرفتید پس من انقدر تکرار میکنم تا حالتون به هم خب اول ترجمه میکنم اول میخونم ترجمه میکنم بعد تعیز تحلیلش میکنم نیکول هز ا درام نیکول هز درام نیکول داره یک تبل جدید تبل جدید تو فارسی میگیم تبل جدید تو انگلیسی میگیم جدید تبل a new drum a new drum drum پس یاد گرفتیم یعنی تبل she likes playing her drum she likes تایید تحلیلش شدم رفت همیشه اول جمله با فاعل شروع میشه نیکل فاعله همیشه بعد از فاعل فعل میاد has فعله. دارد چه چیز دارد یک تبل جدید را دارد a new drum کلا یه عبارت مفعوله جمله بعد She likes playing her drum اون دوست داره خب بچه ها میخوایم راجع به ابزارالات موسیقی صحبت بکنیم میخوایم بگیم من ساز میزنم من گیتار میزنم من تبل میزنم من نمیدونم چی میزنم اینها فعل نواختن آلت موسیقی play هست play مثلا play the drum یعنی تبل زدن play the drum play the guitar گیتار زدن پلی ده وایلین ویالون زدن و چیزهای دیگه پس یاد گرفته میگه فعل نواختن ابزارالات موسیقی پلی هست She likes playing her drum دوست داره اون دوست داره به نوازه بزنه تبلش رو تبل زدن رو خیلی دوست داره تایزی تحلیل میکنیم شی میشه فاعل همیشه جمله با فاعل شروع میشه بعد از فاعل ما فعل داریم فعلمون دو بخشیه فعلمون دو بخشیه لایکز playing لایک like و play لایک و پلی جفتشون فعل هستن اون دوست داره بزنه چه چیز را بزنه تبلش را هر هم میشه مفعول جمله بعد she practices playing it all the time she practices playing it all the time اون تمرین میکنه زدن اون رو نواختن اون رو نواختن تبلش رو all the time همیشه همیشه تبل زدنش رو تمرین میکنه خیلی خوب آدم میخواد یه چیزی رو یاد بگیره بعد هی تون تون روزی ان ساعت باید تمرین بکنه اون تمرین میکنه زدن تبلش رو همیشه تجزیه تلیل میکنیم همیشه جمله با فاعل شروع میشه شی میشه فائل دوباره فعلمون دو بخشیه دو تا به فعل داریم پرکتیس پلیینگ پرکتیس و پلی پرکتیس هم کردن پلی زدن نواختن پرکتیس پلیینگ با هم میشه فعل چه چیز را بنوازد ایت را درام را تبلش را چه زمانی قید زمان all the time همیشه هم جمله بعدی her parents tell her her parents tell her پدر مادرش parents پدر مادر tell her میگن بهش میگن بهش هر پرنس میشه فاعل همیشه جمله با فاعل شروع میشه هر پرنس میشه فاعل تل میشه فعل همیشه بعد از فعل مفعول میاد هر میشه مفعول هر زمیر مفعولی شی هست مفعولی شی بهش میگن که چی میگن نیکول داره صداش میزنه محمد نیکول we are happy that you like your drum we are happy that you like your drum. ما هستیم خوشحال. ما خوشحال هستیم که we are very happy. ما خیلی خوشحال هستیم که that میشه که you تو دوست داری تبلت را. ما خیلی خوشحالیم که تو تبلت رو دوست داری. تایز تحلیلش میکنیم. دو تا جمله است بچه ها. یه جمله دو بخشیه. همیشه جمله با فائل شروع میشه. we میشه فائل. are میشه فعل. happy مفعول نیست. صفته ولی جای مفعول نشسته فائل فعل صفت دت دت همیشه نشون دهنده اینه که یک جمله جدید میخواد شروع بشه دت همیشه نشون دهنده اینه که یک جمله جدید میخواد شروع بشه خب پس یک جمله جدید شروع میشه یو دوباره میشه فائل لایک like میشه فعل یور درام میشه مفعول تو دوست داری چه چیز را دوست داری تبلت را دوست داری یور رام تبلت را دوست داری But you shouldn't play it all the time. But you shouldn't play it all the time. اما تو نباید بازی بکنی، نباید بزنی، نباید بنوازی تبلت را همیشه all the time. صبح تا شب، شب تا صبح، هر دقیقه، دم زور، نصف شب. You shouldn't play it all the time. تو نباید تبلت رو بزنی همیشه. تحریز تحلیل میکنیم. بات رو قبلا خونده بودیم. کلمه ی کلمه ی که جملات رو به هم رفت میده سرجاش هست اصلا باش با کاری نداریم توی این ساختار ما هم اصلا نبوده اون نیست جمله با فائل شروع میشه یو فائله یو فائله فعلمون دو بخشیه shouldn't play shouldn't play دو بخشیه فعل نباید بزنی چه چیز را بنوازی چه, چیز؟ چه چیز را بزنی ایت را تبلت را all the time هم قید زمان هست There are other people in the apartment. There are other people in the apartment. There is there are داریم. گفتیم هر وقت there is there are داشتیم. در واقع وجود دارد و قرار دارد و اینجور چیزا فرض بکنم که اگر وجود دارد و قرار دارد و این چیزا در واقع فعلمون هست اینها رو ما میانیم اول جمله میزنیم و استثنان جاشون رو با فائل جمله عوض می‌کنیم There are یعنی وجود دارند other people مردم دیگه ای آدم های دیگه ای کسای دیگه ای in the apartment تو آپارتمان تو این آپارتمانی که داریم توش زندگی میکنیم کسای دیگه ای هم هستن که حالا ادامه داره جمله در are پس فرض میگیریم فاعله، ببخشید فعله other people فائله گفتیم هر وقت there is there are داریم همیشه انتهای جمله ما یک قید مکان هم باید داشته باشیم کجا آدم های دیگه هستن in the apartment، تو آپارتمانمون and they want to sleep آقا نصف شب ساعت دو نصف شب ساعت دو نصف شب یعنی شما تبل میزنی؟ ساعت دو نصف شب یعنی چی تصد تلویزیونت زیاده نون هم بودو بودو میکنه بچت آقا آپارتمان بالاخره زندگی داری مردم استراحت خوام میکنن they want to sleep and they want to اونها میخوان بخوابن they فائل فعلمون دو بخشیه want to sleep want to sleep میخوان بخوابن she says okay She says اوکی okay, اون میگه باشه اوکی okay, باشه She فاعل سی اوکی صفت در واقع میاد جای مفهوم نشست But she دزن stop playing the drum again But she doesn't stop playing د drum again اما اون doesn't stop متوقف نمیکنه، متوقف نمیکنه تبل زدنش رو دوباره اما اون دوباره تب زدنش رو متوقف نمیکنه دازن stop متوقف نمیکنه زدن تبلش رو دوباره باد کلمه ربطه کاری باش نداریم شی دازن استاپ فعل دو بخش سه بخشی داریم سه بخشی داریم دازن استاپ playing دازن استاپ منفی کننده است متوقف نمیکنه playing زدن نواختن doesn't stop playing فعل سه بخشی چه چیز را متوقف نمیکنه زدنش را the drum را تبلش را تبل را مفعول again هم که حالا یعنی دوباره هیچ یه ذره بیم بالا her parents her sister and the neighbors complain her parents her sister and the neighbors complain پدر مادرش خواهرش و حتی همسایه ها شکایت میکنن نیبر همسایه کامپلین شکایت کردن پس her parents, her sister and the جالبه چه جمله جالبی ده. الان داریم تا حالا یه همچین جمله ای نداشتیم جملهمون دو بخشی فائل و فل داره و عجب فائل طولانی داره her parents her sister and the میشه فائل کامپلین میشه فل شکایت کردن چه کسی چه کسانی شکایت کردند پدر مادرش خواهرش و همسایه ها شکایت کردند Even her cat complains به به گربه هم داره تو آپارتمان گربه هم سر سرسده داره میکنه حالا جالب اینجاست که Even her cat complains حتی گربه هم صداش در اومده گربه هم دیگه به شکایت کردن افتاده بابا با چه وضعی سر میخوام بگم بخوام گربه داره میگم میگم من میخوام بگم بخوابم چقدر سر صدا میکنی بس دیگه ایون هرکت کات حتی گربهش هم شکایت میکنه ایون دوباره کلمه ربطه کار باش نمیدیم فاعل گربه هم که داره هیچ چی پس دیگه اوکی اوکی نیکول سز نیکول میگه که باشه باشه دیگه مسکه بهش برخورده نیکول سز فاعل نیکول سز فعل چی میگه I promise to be a good girl. I promise to be a good girl. من قول میدم که باشم یه دختر خوب. من قول میدم که باشم یک دختر خوب. I فاعل همیشه جمله با نداریم اونجا. جمله همیشه با فاعل شروع میشه بعدش فعله. فعلمون دو بخشیه. فعل دو بخشی داریم. دو تا فعل پشت سر هم. Promise to be قول میدم که باشم. Promise to be فعله. قول میدم که چه چیز باشم؟ قول میدم که گود گرل باشم دختر خوبی باشم گود گرل دختر خوب ما میگیم دختر خوب اونا میگن خوب دختر گود گرل قول میدم دختر خوبی باشم and do it more quietly do it more quietly انجام بدم آن را آهسته تر quietly یعنی آهسته more quietly آهسته اون را انجام بدم یعنی تبلم رو بزنم آهسته تر این از این در واقع متن انگلیسیمون خب میخوایم بریم سراغ ادامه داستانمون بچه ها خب این بود از داستان انگلیسیمون حالا میخوایم بریم سراغ اصل کار خودمون که اصل کار خودمون تو این داره چی بود؟ برگردانه در واقع متن فارسی به انگلیسی بود خب یه سری نکاتی داره این متنمون که من نکاتش رو بهتون میگم جلسه آینده با هم اون رو به انگلیسی برمیگردونیم میگه مردی وجود داشت که همه زندگیش را کار کرد خب مردی وجود داشت نکته وجود داشت چیه؟ نکته وجود داشت ان بار تقریبا تو همه متن دیگه این قضیه وجود داشت و قرار دارد و اینجور چیزا تکرار شده دیگه. گفتیم هر وقت وجود داشت و وجود دارد و قرار داشت و قرار دارد اینجور چیزا تو جملمون بود در ایز در آر میاریم استثنا جای فعل و فاعل با هم عوض میشه حالا چون وجود داشت گذشته است چند جلسه قبل راجع به گذشته اینو با هم صحبت کردیم مثلا وجود دارد میشه در ایز جمعش میشه در آر گذشته اینها گذشته در ایز میشه در واز و گذشته در آر میشه در ور جلسات گذشته اینها رو با هم صحبت کردیم خب حالا وجود داشت در واز دیگه در واز من این حالا نکتهش بود در واز من که بلا بلا بقیهش رو حالا شما باید خودتون بنویسید اینجا خیلی بازم نکته بود باید این آندرلاین میشد او پول را خیلی دوست داشت بازم یکی دو سه جلسه پیش با هم نکتهش رو خدمتون عرض کردم که ما دو نوع خیلی داریم یه خیلی هستش که یعنی در واقع توی برگردانه به انگلیسی این خیلی ها برای ما داستان میشه دو خیلی هست یه خیلی هستش که قبل صفت میاد خیلی خوشحال خیلی ناراحت خیلی گرسنه very happy very hungry very thirsty اه، تشنه حالا یه خیلی دیگه هم هستش که فعلمون رو توضیح میده او پول را چقدر دوست داشت پول را او پول را چقدر دوست داشت او پول را خیلی دوست داشت خیلی که فعل رو توضیح بده میشه قید حالت و میاد ته جمله او دوست داشت پول را خیلی very much که ته جمله میاد حالا جملهش رو خودتون باید انگلیسی بکنیم او از زنش خواسته بود که همه پولش را بعد بردارد بعد از مرگش و فلان خواسته بود بردارد ببینید دوستان نکته خیلی مهمیه یه سه جملات تو انگلیسی هست که تو فارسی هستش که مثل این دو فعلیه و فعلهاشون از هم فاصله دارن اما من خدمت شما گفتم گفتم که ما هر وقت در واقع تو یه جمله انگلیسی دو تا فعل داشته باشیم باید فعلا هر جفتشون بیان در جایگاه فعل قرار بگیرن یعنی اینجا ما فعل باید در جایگاه فعل قرار بدیم و هر چند تا فل باشن تو متن قبلیمون نیکول و درام داشتیم دیدید که دازن استاپ پلیینگ فل سه بخشی بود و پشت هم اومده بود پس او فائل بعد از فل باید بگیم خواست که بردارد خواست که بردارد دو تا فل پشت سر هم باید بیاد asked to take asked to take چه چیز را همه پولش را پس انگلیسی این عبارت هم میشه he asked to take as to take. دو تا فعل پشت سر هم باید بیاد همش تو بود بس برابر این زن به شوهرش قول داد که این کار را بکند. این داستان هم دقیقا اینه همین جمله که الان بررسی کردیم هست بنابراین زن به شوهرش قول داد که, با... که این کار را بکند یک جمله است دو تا فعل داره فعل ها باید پشت سر هم بیاد زن قول داد که بکند این کار را قول داد promised promised to do this to do it promised قول داد to do it این هم از این نکته و این نکته آخر من بهش قول دادم که همه پول رو در تابوتش بگذارم جالبه دوباره همین داستان تکرار شده یک جمله ای هست که دو تا فعل داره قول دادم بگذارم دوباره همین داستان باید تکرار بشه دوباره این دو تا فعل باید پشت سر هم بیاد من قول دادم که بگذارم فلان promised to put promised to put promised to put و نکته دیگه این متن نداره جلسه قبل از اینکه جلسه بعد در واقع شروع بشه من تو جلسه بعد این رو به انگلیسی بر خواهم گردون ولی شما قبل از اینکه فیلم جلسه آینده رو تماشا بکنید زحمت میکشید یه ذره به دوگوله خودتون اون رو از حالت آکپندی در میارید بسته هر چقدر استراحت کرده به کار بگیریدش مت رو به انگلیسی برگردونید تا اون جلسه آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خود خستانه باشید وقتون بخیر خداحافظ